رهگیری و نابودی پرنده های جنگی دشمن از فاصله 33 کیلومتری. سومین روز رزمایش بزرگ محمد رسول الله ویژه قدرت نمایی نیروهای هوایی و پدافند راداری و موشکی بومی بود که رهگیرهای بومی با موشکهای مرساد توانستند پهپادهای دشمن فرضی را در 33 کیلومتری هدف بگیرند. رهگیری و شلیک موفقیت‌آمیز موشک‌های سامانگ مرصاد به سه هدف پهپادی در روز سوم رزمایش. قدرت قابلیت مقابله با جنگ‌های الکترونیکی و همچنین سرعت بالا از ویژگی‌های سامانگ موشکی مرصاد است. امروز سامانگ موشکی مرصاد در منطقه چابهار سپهباد شناسایی دشمن را رهگیری و در فواصل 18، 26 و 32 کیلومتری از سامانه با موفقیت منهدم کردند. سامانه موشکی تلفیقی، موشک شلمچه و سامانه مرصاد که هیچگاه ما این دو رو با هم آزمایش نکرده بودیم، در این رزمایش آزمایش کردیم، پهپاد هم زدیم. انشالله منبعد روی همه سامانه های مرصاد دوی ما سامانه موشکی شلمچه مورد ارزیابی عملیاتی صحنه‌ای بر علیه هواپیماهای متخاصم آینده انشاءالله قرار خواهد گرفت. حفظ برتری هوایی و پشتیبانی از نیروهای مستقر در دریا و خشکی و سوختگیری هوایی هم از دیگر تمرین‌های امروز بود. تجهیزات جدید یا قطعاتی که خودمون ساختیم دقیقا اینجا را مورد مطالعه، بهره برداری و تست و آزمایش قرار میدیم. بهره گیری از سامانه های جدید و دقیق راداری در قالب پدافند هوایی هم بخشی دیگر از برنامه های روز سوم رزمایش مشترک ارتش بود. در بحث توپخانه‌ای و ارتفاع پست هم سامانه هایی که 100% بومی شده اند امروز مأموریت خودشون رو به نحو احسن انجام دادن. علاوه بر مراقبت از منطقه عمومی رزمایش، اهدافی که برای منظور خاصی حمله کردن به نقاط حساسی فرضی، اون اهداف رو با موفقیت تونستن رصد کنند. و مرحله تاکتیکی ناوگان نیروی دریایی هم امروز با تمرین‌های تخصصی و عملیات‌های رهگیری در عمق آب‌های دریای عمان آغاز شد. برگی از دفتر اقتدار نیروی هوایی. ماوریک نام موشک هوشمند هوا به سطح است که ایرانی‌ها با مهندسی بومی آن را ساخته و ارتقا دادند. موشکی ویژه شرایط بد آب و هوایی که سرعت و دقت حیرت آورش کارشناسان نظامی را متحیر کرده. نگاهی کوتاه به این موشک و دستگاه شبیه ساز هواپیماهای جنگی. سلام، این جنگنده میراژه که برای ماموریت آماده شده. جنگنده مجهز به 6 موشک AGM-65 مشهور به ماوریک که زیر بالهاش نصب شده. این یک موشک جنگی هوا به سطحه که برای شلیک در شرایط بد آب و هوایی طراحی و ساخته شده. ساخته امریکاست و حالا ما به توانمندی طراحی، ساخت و تولید انبوه اون دست پیدا کردیم. بهینش کردیم و قدرتش رو از اونی که هست تونستیم بیشتر کنیم. مجهز به سامانه جهتیابی با استفاده از دوربین تلویزیونی مادون قرمزه که در نوک موشک نصب شده. خلبان تصویر هدف رو بر روی صفحه نمایشگر در داخل کابین میگیره و بعد با مهارت خاصی روی اون قفل میکنه. از اینجا به بعد جستجوی هدف و انهدام اون فقط با موشکیه که شلیک شده. یعنی خلبان با هیچ کس دیگه ای در اون دخالتی نداره. بنابراین جزء گروه موشک‌های هدایت شونده محسوب میشه. ماوریک حدود 2.5 متر طول و 31 سانتیمتر قطر داره. قادره هدف‌های نسبتاً بزرگ رو تا فاصله 27 کیلومتری در زمین و دریا منهدم کنه. سرعت این موشک فوق‌العاده بالاست. 1150 کیلومتر در ساعت. حالا جنگنده آماده عملیاته و ما از اون فاصله می‌گیریم.
خب حالا این طرف سیمیلایتور یا شبیه ساز پرواز رو داریم که به دست متخصصان کشورمون طراحی و ساخته شده. کارایی اون برابر با سطح سی استاندارد جهانی شبیه ساز هاست. همه ی قابلیت های شبیه ساز پرواز رو داره. کابین اون دقیقاً شبیه هواپیمای واقعیه. شش دستگاه جک هوشمند اینجا تبیه شده که حالات و شرایط متفاوت پرواز رو برای خلبان ایجاد میکنه. خلبان قبل از عملیات‌های نظامی پیچیده لازمه که با این دستگاه تمرین زیادی داشته باشه. از این شبیه ساز برای آموزش خلبانی جنگنده‌ها و حتی میراج استفاده میشه. چیزی که ما از اون محروم بودیم. حالا برمیگردیم به استادیوم.